ودا ستاره نفود. رشته کوههای آرارات مرتفع‌ترین کوههای مشرف به ترکیه است و مارکوپولو در کتاب خود چنین نگاشته است: کوهی فوق‌العاده مرتفع شبیه به یک کاسه که گفته می شود کشتی نوح پس از طوفان بزرگ بر آن به خاک نشست. در تمام سال زغامت برف بر فراز آن به قدری است که هرگز کاملا ذوب نمی شود. در دامنه های کوه برف آب شده زمین ها را در تابستان بارور و پر آب نگه می دارد و حیوانات از دور و نزدیک برای تغذیه بدانجا روی می آورد. جاده ابریشم یک بزرگ راه اصلی است که از ترکیه به شرق امتداد دارد و از مرز ایران عبور می کند. مارکوپولو و سایر مسافرین در ادامه سفر خود به مرز ارمنستان رسیدند. شتر یا کشتی صحرا برای کاروانهای صحرانورد الزامی است. شتر میتواند 7 روز مداوم در داغترین مناطق با 50 درجه سانتیگراد حرارت بدون توقف و قطره آب حرکت کند. شتر را میتوان در بازار هر شهر کوچک و بیابانی در صحرا خریداری کرد. خداها و همراهان در یکی از این شهرها اسبهای خود را با شتر معاوضه نمودند. چیه؟ راستش اون هنوز شطوری رو که دوست داره پیدا نکرده و از طرف دیگه ممکنه شطور اونو دوست نداشته باشه و سواری راحتی بهش نده. یواش کاری بود. یواش. مواظب باش. میبینی مارکو، این چهارمین دفعه است که میفتی. اینقدر مشکل پسند نباش، اینا همشون همینطور هست. این دوباره همون تفویه، همیشه هم بازی در میاد. آروم بگیر، هیگون، آروم وای، دوباره همون کارو کرد. هیچ وقت کسی پیدا نمیشه که اونو بخره. درسته. آهای پسر، چی کار میخوای بکنی؟ این شطور خطرناکه، صدمه میبینی. تو نمیتونی سوار اون بشی. طرفش نرو مارکو، اون حیوان شرور، ممکنه کاری دستت بده. آروم باش حیوان، بیا با هم دوست باشیم. ها؟ موافقی؟ نمیتونی سوار نفوت بشه. آهای
پسر از اون شطور فاصله بگیر. نمیفهمی چی کار داری میکنی. اون خیلی خطرناکه. تو نمیتونی سوارش بشی. تو منو اذیت نمیکنی مگه نه؟ تو باید حیوان خوب و نجیبی باشی. ما میتونیم با هم دوست باشیم. دوستای خیلی خوب. حالا بشین، میخوام رو پشتت سوار بشم. خدای بزرگ، نکنه دارم خواب میبینم. یعنی ممکنه نفود به اون پسر صدمه ای نزنه؟ اون سوار نفود شد. این باور نکردنیه. من شطور خودم رو پیدا کردم شریف، میپسندی؟ عالیه. من باور نمی کنم، باور نمی کنم. بذار بهت بگم پسر، اسم این شطور ستاره نفوده. میدونی چرا این اسم روش گذاشتم؟ برای اینکه شبی که متولد شد آسمون پر از شهاب بود. اون وحشیه ولی جدن باهوشه. خوب ستاره نفود، من و تو دیگه با همین. باید بریم، حرکت میکنیم. مارکوپولو درباره ارمنستان صغیر که امروزه ترکیه شرقی است چنین نگاشته است: این سرزمین دارای روستاها و شهرهای بسیاری است که لوازم و مایحتاج زندگی فراوانی در آنها ذخیره شده است و شکار انواع حیوانات در آن صورت می‌گیرد. و چون مرز غربی آن رو به دریاست، اقسام محصولات زراعی، ادویه و ابریشم از قسمت‌های داخلی به برادرش حمل شده و از آنجا به سایر کشورهای جهان انتقال می‌یابد. آهای نفوت، چه خبره؟ چی شده؟ من فکر کردم با هم دوست شدیم. آروم باش، آروم بگیر نفوت. آروم باش. اصلا معلوم هست تو چت شده؟ مارکو، از نزدیک زیر اون سنگ رو نگاه کن ببین چی میبینی. باش، این یه عقربه. تو خیلی خوششانسی مارکو، اگه اون عقرب تو رو گزیده بود تب میکردی و با درد شدیدی میمردی. نفود خیلی حیوان باهوشیه. چقدر خوبه که آدم یه دوست قابل اعتماد توی صحرا داشته باشه. نفود، تو جون منو نجات دادی. گلوم خوش شده، حتما از غذایی که دیشب خوردم، وگرنه دلیلی نداره اینطور بشم. اوه، چه گرمه. آرکا، این چه کاریه میکنی؟ مگه نمیدونی آب تو صحرا چقدر با ارزشه؟ کی میخوای یاد بگیری؟ حواستو جمع کن. آخه گرمم شده بود. تازه اون قمقمه منه. تو احمقی. اینو تو کلت جا بده پسر. اینجا صحرا، صحرای خوش. بعضی ها ممکنه جونشنو واسه اون آبی که تو در دادی از دست بدن. دریاچه نمک. از این دریاچه ها در صحرا فراوان است. آب در اثر آفتاب شدید تبخیر شده و نمک باقی می ماند. یک زمینه بزرگ و سفید خیره کننده. به این دلیل آب در صحرا یک گنجینه است. Thank you.
هنوز میتوان در طول جاده ابریشم آثاری از محل استراحت بازرگانان و شترهای آنها را در گوش و کنار دید. بازرگانان بسیاری در زیر آسمان صاف و در این زمینهای خالی شب را به صبح رساندند. چاه خشک شده و ما تقریبا بدون آب موندیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ تا به واحه بعدی برسیم هیچ کس بدون اجازه من نباید آب بخوره. فهمیدین چی گفتم؟ فکرشو نکنیم، همه چیز درست میشه. چاه بعدی حتما پره. خدا نمیذاره ما اینجا در بمونیم، کمکمون میکنه. بسیار خوب، حرکت میکنیم. ما از این کوه میریم بالا، جلوتون رو خوب نگاه کنید. با احتیاط برین جلو و الا پرت میشین. عجله کنید. پونتا انگار بزنی کنار. مارکو، مارکو چشمات رو باز کن. بلند شو پسر. نیکولو بیا بگیر. مارکو، نفوت کجاست؟ نفوت چی شد؟ خدای من، نفوت، نفوت. مارکو، تو زندگی تو مدیون نفوتی. اون از سقوط تخت سنگا روی تو جلوگیری کرد. نفوت، خواهش میکنم بلند شو دوست من، بلند شو نفوت. متاسفم که تو رو به دلیل اشتباه خودم اذیت کردم. این مرتبه دومه که زندگی منو نجات دادی. سنگا گوشت و پوستشو کندن، استخونشو میتونی ببینی. دیگه باید با این حیوان وداع کنی. نه این حرفو نزن، اون خوب میشه. من مطمئنم یه همچین بریدگی خیلی زود خوب میشه. نه یه جراحتی مثل این. این چام خشکه. چقدر آب تو قمقمه هاتون مونده؟ همش مصرف شده. تو این صحرا دیگه آب نیست. بی خود خودتون رو خسته نکنین. چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ از رنگ آسمان نگاه کنین، یه قطره رطوبت هم توی هوا نیست. خدایا خودت کمکمون کن، کمکمون کن. ببین نفوت، ما باید تو واحه بعدی تحمل کنیم. اون یک کمی جلوتره. اون تو چیزی نیست، خالیه. بیا نفوت، تو میتونی تحمل کنی. بیا. مارکو حالت خوبه؟ آره نفوتم خوبه.
چیه؟ آب مرگ. آه خدای من، این آب سمیه مارکو، اگه کسی حماقت کنه و یه قطره ازش بخوره کارش تمومه. نپود بایسا، میشنوی؟ نپود بایسا، کمکش کنی، نباید از اون آب بخوری. نپود بیاین کنار، ولش کنین. حیوانی که دیوونه شده نگهداریش خطرناکه، باید بمیره. حرکت کن شریف، اگه ما به واحه بعدی نرسیم هممون دیوونه میشیم. مارکو، تو باید نفود رو همینجا ولش کنی، ما داریم وقتمون رو به خاطر اون تلف میکنیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم بذارین اون بیاد. بیا نفود، تحمل داشته باش، راه بیا، خواهش میکنم. یکی هم خشکه، باید جنی چیزی توی صحرا باشه، این کار اونهاست. موقع استراحته، هوا که تاریک شد حرکت میکنیم. فکر خوبیه، یه استراحتی میکنیم بعد راه میفتیم. خب حرکت میکنیم. بلند شو نپود، ما باید بریم. مارکو، موقعی که تو صحرا هستی باید به حرف اونایی که اونجا زندگی کردن گوش بدی. ما نمیتونیم زندگی دیگران رو فدا کنیم تا تو مطابق میلت عمل کنی، میفهمی پسر؟ تنها کاری که میتونی براش بکنی مارکو اینه که نذاری رنج بکشه. اون به سختی کوشش کرد، حالا تو باید اونو از درد خلاص کنی. نه، بدش به خودم، خودم این کارو میکنم. خداحافظی.
ناراحت نباش مارکو، شنای صحرا رو شو میپوشونن. بیا بریم.